Let me change to ultrasonic. The compression strength you can also test with ultrasonic. When we talk about the compressive strength with the Silberschmidt and original Schmidt, you do a rebound, you do it on the top surface. It's not inside. So you don't know what is 10, 15 centimeter inside. So the good thing is you can do with the ultrasonic methodology, you can do a cross check, because then you, with the wave, they go through the whole concrete. You will get maybe a different result or a better result in combination. I will show you. Just to get the overview for the ultrasonic methodology, we have these two transducers. That's normal. That's quite well known. And there's another one. It's called Bull's Echo, what you just do from one side. You can see here, it's going through. And here is just, you send an echo, a pulse, impulse, and then it's going through as an echo. Important to know is only with these two transducers you can do the SONREP test. So what means compressive strength test? Usually you use the standard version, the 55 kilohertz. I just have this overview to show you. There are different transducers. Different kilohertz means lower kilohertz means you have longer waves. Longer waves means you can have bigger stones and rocks in the concrete. It's all the time. This one, 24 kilohertz, maybe you can read, I'm not too sure. Is it readable? No. No? 24 kilohertz is 154 millimeter wavelength. It means I can have a stone or rock inside what is more or less 8 centimeter, 77 millimeter. Coming to 500, we have a wavelength of 7.5 millimeter, so we talk about 3 millimeter rock size. Having a look on. آقای پاتریک علاقمندن که در واقع اینا رو دنبال هم بگند. طبیعی هم هست که این مطالب به هم حالا یه پیوستگی داره و من این رو توضیحی برای شما بدم. اولا باید بدونید که آزمایش اولتراسونیک یا آنچه که ما در فارسی میتونیم بگیم فراصوتی در واقع با یک پالس های خاصی که اعمال میکنه در واقع سعی میکنه سرعت پالس رو در عبور از بتون به دست بیاره. الان این چیزی که اینجا مشاهده میکنید در ACI هست در بند 2.6 Ultrasonic Pulse Velocity ISTM C597 که من در واقع الان نشون شما خواهم داد. در ISTM C597 باز دوباره مثل اون آزمایش چکش توضیح داده که این آزمایش برای این است که شما سرعت عبور این موج رو یا این پالسی که فرستادید رو در واقع تو بتون به دست بیارید. منتها یه تفاوتی که جدی داره اولتراسونیک اینه که چون این از جسم بتون کاملا چی عبور میکنه، یه انعکاس یک ضربه یا انرژی رو در واقع اندازه‌گیری نمیکنه، لذا بیشتر از اون که خواص سطحی رو نشون بده بیشتر خواص اون توده بتونی که این موج ازش عبور کرده رو در مجموع به صورت چی میانگین به ما چی نشون میده. منتها باید توجه داشت که
این موج بالاخره دست ما نیست، این ممکنه از درون میلیارد هم چی عبور کنه، از یه سری حفرات هم عبور بکنه، در واقع حفرات خالی، یا اصلا اجسام سستی، سنگدانه های سستی سر راهش چی باشه. در واقع این به ما یک میانگینی از سرعت عبور موج نشون میده، مثل که شما یه ماشینی رو حرکت بکنید توی جاده که دست انداز داره، از این دست اندازه اینطوری دارید، بعد مثلا آخر سر بگی من این مسافت رو در اینقدر مدت طی کردم، پس سرعت متوسط من اینقدر بوده. در واقع البته وقتی سرعت متوسط شما کمه، میدونی که اینجا یه چی مزاحمت هایی وجود داشته، اما اگر پیش بری سریع میفهمی که این مسیر مسیر هموار و خوب و قابل رانندگی بوده. در واقع سرعت بیشتر نشانه توپرتر بودن بتونه و سرعت کمتر نشانه تو خالی تر بودن بتونه، ولی اینها دقیقاً همبستگی کامل مستقیمی با چی؟ مقاومت فشاری ندارد. این نکته مهم است. اما همگان اذعان دارند که سرعت عبور پالس های ما به مدول الاستیسیته بتون چیه؟ ارتباط جدی داره و این رو هم در ACI اذعان کرده است بهش و هم در واقع این استاندارد مربوطه که ISTM-C 597 هست. نگاهی به این بکنیم، حتما یادتون باشه، چون شما به چه دلیل اصلا این آزمایش ها رو میتونید انجام بدید که منطبق با یه چی باشه؟ استاندارد باشه. پس شما اتکای اصلیتون به این چی؟ استاندارده. و بعد ببینید تو این استاندارد به شما چی گفته. اینجا در اسکوپ استاندارد در واقع مسائل مطرحه، چون عنوانش هم هست پالس ولوسیتی ترو چی کانکریت، همین یعنی سرعت چی اون پالس رو شما در طی مسیرش از بتون به دست میارید. اینجا باز هیچ را اشاره به مقاومت نکرده، اما در قسمت کاربرد این آزمایش و اعتبار این آزمایش اگه دقت بفرمایید میگه این سرعت در واقع به چه چیزهایی چیه وابسته است. این رابطه ریاضی رو معتقدن اصلا وجود داره. این فرقش با چی؟ چکش اینه. شما در چکش هیچ رابطه جدی مثلا بین عدد چکش و مدول لاستیسیته هم حتی نداشتی، ولی الان نگاه بکنین، این جذر مدول الاستیسیته است، این ضریب چی؟ نور ضریب چی؟ پواسونه و این چیه؟ رو این دنسیتی است. در واقع پس به دنسیتی، به مدول لاستیسیته و حتی به ضریب پواسون مربوط میشه. درست فرمودید؟ و این رابطه است که اثبات شده است در دنیا. به همین دلیل توجه بکنید که این ای که البته اینجا هست، توجه بکنید این ای مدول الاستیسیته استاتیکی نیست، این مدول الاستیسیته چیه؟ دینامیکیه. و شما از آزمایش اولتراسونیک میتونید استفاده کنید برای آزمایش یخبندان که فرکانس طبیعی رو به دست میبردید برای داشتن چی؟ همین مدول الاستیسیته دینامیکی. به صورت مقایسه شما میتونید وقتی که آزمایش یخبندان رو انجام میدید اصلا به جای اون آزمایش فرکانس طبیعی از آزمایش چی استفاده کنید؟ اولتراسونیک رو نمونتون استفاده کنید و مدول الاستیسیته دینامیکی رو در واقع نتیجه بگیرید، یا حالا اگر نتیجه نمیگیرید یک رابطه ای با مدول الاستیسیته دینامیکی داره. بنابراین نسبت این سرعت ها ارتباط داره با نسبت مدولای چی؟ دینامیکی.
و لذا شما میتونید اون بحث به اصطلاح دوامی که هست یا اون دیورابیتی فاکتوری که تو آزمایش یخبندان پیش بینی شده رو به این ترتیب چکار کنید؟ به دست بیارید از روش آزمایش اولتراسونیک. جانم بله فرکانس طبیعی به دست بیارید. نه اختلاف جدی وجود نداره در بکنین، چون شما در اونجا هم باز دوره میخوایید نسبت به دست بیارید در بکنین، اینجا هم همون نسبت رو میتونید به دست بیارید در بکنین. حتی هر آزمایشی وقتی یه کمی ماهیتش فرق میکنه با آزمایش دیگه الزاماً جوابها عیناً منطبقه به هم نیستن، ولی بسیار بسیار نزدیکه و از نظر ببینید اصولی که از ریاضی برقراره نشون میده که شما میتونید چیکار کنید؟ از این آزمایش هم استفاده کنید. بله توی منابع مختلف کتاب مختلف این رو اشاره کردم که میشه این کارو کرد. پس آزمایش اولتراسونیک رو شما به این صورت ازش استفاده میکنید. آفتش وجود میلگرده که باید بر اساس محل، موقعیت و جهت میلگرد، مثلا اگر سرعت امواج ما بیفته توی چی؟ امتداد میلگرد، جوابا خیلی پرت میشه و اصلاحات بسیار اساسی نیازه و اصلا شاید جواب اصلا به درد نخور بشه. اما اگر میلگرد ما در واقع جوری باشه که بیشتر ازش وقتی عبور میکنه از سطح مقطع میلگرد عبور کنه، قطع کنه میلگرد رو، اصلاحات خیلی بهتر انجام میشه، یعنی خیلی تغییر نتایج زیاد نیست، چون بسه یه مثلا 2 سانتی از وسط میلگرد چی گذشته. اما اگه مثلا قرار باشه تو طول دیوار ما 30 سانت از توی میلگرد این رد شده باشه و دیوار ما مثلا 40 سانت باشه، خب این جوابه خیلی جوابه چی بی ربطی میشه. هرچند حالا گفتن که میشه تصحیح کنی، ولی به اعتقاد من فرمولای تصحیح هم اصلا فرمولای جالبی نیستن و چیز خوبی رو به دست نمیده. اینه که آزمایش اولتراسونیک به این صورت در واقع انجام میشه. منتها در این رابطه باید ببینید آزمایش اولتراسونیک، حالا ایشون هم توضیح میدن، به 3 طریق انجام میشه در واقع: مستقیم، نیمه مستقیم و چی؟ غیر مستقیم. ایشون حالا نشون میدن دایرکت، سمی دایرکت، این دایرکت. دقت بکنید از همه بهتر آزمایش چیه؟ مستقیمه. یعنی در واقع شما 2 تا گیرنده و فرستنده اون پالس شما روبروی همند، درست روبروی هم و کوتاه‌ترین مسیر طی میشه. در روش شکلاش هم حالا اینجا بود توی فایل های چیز هست، من دارم اون فایل ها رو باید حالا فرصت نسبت شد توضیح میدم. ولی یه موقع هایی نمیشه شما استفاده کنید، یعنی شما یه دیواری دارید که به پشتش چی دسترسی ندارید، چاره ای نداری که از روش مثلا چی غیر مستقیم یا نیمه مستقیم استفاده کنید. ولی باید بدونید دقت نتیجه اون به مراتب کمتر. توضیحاتی توی این پاورپوینت دوستان هست که چطوری در واقع اون کار انجام میدی و تقریبا چه ارتباطی بین نتایج وجود داره. من فقط یه توضیح بدم که تمام این دستگاه اولتراسونی 3 کالیبره دارن. 2 تاش کالیبره مربوط به خود دستگاه هست. 1 این که 2 تا گیرنده و فرستنده رو میچسبونید به هم، حالا اگر روغن لازم بهش میزنید یا اون ژل مخصوص رو. دستگاه باید 0 نشون بده زمان عبور چی؟ پالس رو. اینو بهش میگن تنظیم 0 در واقع. 0 چی؟ اجاستمنت. کالیبره دیگه اینه که یه میله معمولا توی این دستگاه وجود داره که شما در واقع پروبا رو که میذارید دو طرف این میله، عددی که روی این میله حک شده باید روی از زمان، از زمان ها همه به حسب میکرو چی ثانیه است، میلیونیوم چی
ثانی است. اینو توجه داشته باشید. شما باید اون عدد رو بخونید. اگه اون عدد خونده نمیشه، شما باید با پیچ تنظیمی که معمولا دستگاه داره، دستگاه رو بیارید روی اون چی؟ عددی که رو میله وجود داشته و هک شده. اینا میشه کالیبره خود چی؟ دستگاه. من رو سیادم رفت، آقای پاتریک هم یادشون رفت بگن که چکش اشمیت هم چی؟ کالیبره داره. یعنی picture for calibration of hammer. Anvil. Anvil. You mean anvil? We don't. Anvil در واقع یه سندانی است که شما اون چکش اشمیت رو روش قرار میدید. Is there any picture here or any که شما این رو وقتی قرار میدید روش ضربه میزنید، این عدد باید هولوش 80 نشون بده. حالا ظاهرا تو این دستگاه جدیدشون گفتن 81 نشون بده. حتی تو استاندارد خود چکش اشمیت گفته که 80 به اضافه منهای چی؟ 2 اگه نشون بده این مشکلی نداره دستگاه. اگه غیر از اینه باید نتایجتون رو متناسباً چکار کنید؟ اصلاح کنید. خب دقت بفرمایید، بعضیا فکر میکنن اگه چکش اشمیت رو اینجوری کالیبره کردن دیگه کالیبره مقاومتی احتیاجی چی ندارن. این اشتباه بزرگی است. میگه چکش شما کالیبره است، میگه بله چکش شما کالیبره است. ما یه کالیبره مقاومتی داریم، یه کالیبره خود چی چکش داریم. در اولتراسونیک هم ما این کالیبره هایی که گفتیم تا حالا کالیبره چی بودن؟ دستگاهی بودن. کالیبره مقاومتی در واقع تو AC های 228 تو خود استاندارد آزمایش هیچ اشاره به این نشده، ولی وقتی که میریم توی چیز توی AC های 228R الان اشاره کرده، یه رابطه یه تیپیک رو داره به شما نشون میده بین مقاومت فشاری و در واقع سرعت پالس. این رابطه رابطه است که باید برای بتونه های شما با اون سنگدانه ها تقریبا با اون حجم خمیر با اون نوع سنگدانه یا شکل سنگدانه چیه؟ به دست بیاد. درست فهمیدین؟ هرچند اینجا توضیح میدن که آزمایش های مختلف مثلا رو سنگدانه گردگوشه کردن، روی شکسته کردن، این رابطه هایی رو در واقع به دست آوردن که مثلا جواب ها یک کمی با هم تفاوت میکنه چقدر است، ولی باید بدونید کار دقیق تر، ارزیابی دقیق تر وقتی که شما دستگاه اولتراسونیک تو کالیبره مقاومتی میکنید با بتون مورد نظرتون، نه هر بتونی، با اون بتون مورد نظر. به این ترتیب تعدادی نقطه به دست میارید که بتونید این منحنی رو چی؟ رسم کنید برای بعدن تو پروژه که ان تا جای دیگه غیر از اون مغزه ها یا نمونه های بتونی که الان اینو باش کالیبره کردید، این جای دیگه رو سازه که زدید بعد از اصلاحات مربوط به وجود میرگرد و غیره، جواب سرعتی که به دست میارید و میارید روی منحنی و مقاومت متناظر با اون میشه مقاومت تخمینیه چی؟ شما در واقع. خب من بسیاری از نتایجی که دوستان آزمایشگاه وزارت راه کار کردن تو پروژه مختلف نگاه کردم و متوجه شدم که همشون بدون استثنا چیان غلطن. چرا؟ برای اینکه از منحنی تیپی که اون سازنده دستگاه اولتراسونیک که حالا بیشتر هم دستگاه اولتراسونیک های ما قبلا همه دستگاه اولتراسونیک سی ان جی انگلیس بودن، اسمش چیه؟ CNS. بله اکثرا اینطوری بوده، تو ایران بیشتر دستگاه CNS بوده، حالا اسمش هم یادم میره. این یه کتابچه داره، تو اون کتابچه مثلا اومده یه منحنی تیپیکال کشته، مثلا فرض کنید همینو کشیده شما، مثلا این میشه بشه تیپیکال فلان. تیپیکال یعنی یه مثال، یه نمونه از این قضیه. بعد شما مثلا بعدن بیایی یه اولتراسونیک انجام بدی، الان بیا بری روی این منحنیه بگی مقاومت من اینقدر، چقدر مسخره است. داد بکنی کلا از مشکل وزارت راه همه نتایجی که میده و همین اساس این موضوع مسخره است در واقع که به شما ارائه میده.
یعنی از اون کتابچه تیپیکال یه منحنی بوده، از اون استفاده کرده نتیجه به شما داده. تازه بگویید در حالی که خود اون کتابچه به شما توضیح داده که شما باید بری اینجوری منحنی تیپیکال برای خودت چی در بیاری، منتها آیون اینطور استفاده می‌کنه. پس توجه داشته باشید که اینه. اما دقت بکنید کاربردهای دیگه اولتراسونیک داره. یکی از کاربردهای اولتراسونیک که اینا رو همه رو توی همین اسیای 228 میتونید ببینید، در کتاب آزمان‌های غیر مخرب مرکز تحقیقات ساختمان مسکن هم اونجا این مسئله اومده. شما دو تا کار میتونید بکنید، یکی تفاوت جنس در سطح. بیشتر این برای یخبندان یا چیزایی است که یه وقتی سطح شما دوچار چی شده، دوچار هوازدگی هایی شده، آسیب هایی شده، که جنس قسمت های از سطح با قسمت های عمقی چیه فرق میکنه، یا در اصل پرداخت های خیلی چی غلط، مثلا آب انداخته شما با آب مثلا اونجا رو چیز کردید. با شما با آزمایش اولتراسونیک میتونید ضخامت تقریبی تفاوت دو جنس بتون رو، یعنی مثلا قسمت سطح و قسمت عمقی رو به دست بیارید. مثلا سطح شما مثلا 5 میلیمتر مثلا دارای مثلا ضعف جدی است مثلا. بله، حتی کمناسیون ضعف نمیاره، دقت بفرمایید، برخلاف اون چیز که هم فکر کنم کربناسیون اتفاقا سختی میاره. اتفاقا یکی از نکاتی که در آزمایش چکش اشمیت هم باید توجه بکنید که وقتی بتونا بتونای کهنه هستن، خیلی زمان خیلی گذشته، اتفاقا چکش اشمیت عددهای پرت بالایی رو نشون میده. به خاطر چی؟ سختی زیاد سطح به دلیل چی؟ کربناسیون. یعنی کربناسیون سختی میاره برای سطح، در فرمودید خشکی و تری و همه اینا رو بحث آزمایش چکش اشمیت، کما که تو آزمایش اولتراسونیک چیکار میکنن؟ اثر میذارن. متا توجه بکنید از اونجایی که هم چکش اشمیت هم اولتراسونیک یه جوری دارن مدول الاسیسته رو برای ما به نمایش میذارن، یا یک ارتباطی دارن با مدول الاسیسته، باید بدونید مدول الاسیسته با مقاومت فشاری یک تفاوت فاحش داره از نظر اثر رطوبت بر چی؟ بر نتیجه. شما در مقاومت فشاری همه میدونید که اگر نمونه خشک‌تر باشه مقاومت چی میشه؟ بیشتر میشه، غیر از عملاوری ها، یعنی در لحظه چی؟ آزمون. اگر اشباع باشه کمترین چی؟ مقاومت فشاری رو میده. ولی در مدول الاسیسته باید بدونید، خیلی ها نمیدونن، که قضیه برعکسه. یعنی وقتی که نمونه خشک داری مدول الاسیسته شما کمتر به دست میاد تا وقتی که نمونه شما چیه؟ اشباعه. برای حواستون باشه وقتی که دارید چکش انجام میدید، اولتراسونیک انجام میدید، نمونه تر شما عددهای ریباند بزرگتر و نمونه تر شما سرعت چی؟ سرعت بیشتری رو به شما نشون میده. دقت فرمودید؟ و این شما رو ممکنه گمراه کنه. یعنی شما فکر کنید الان بتون چی دارید؟ پرمقاومت تری دارید، در حالی که اینطور نیست. توجه داشته باشید. واسه اینکه آدم باید بدونه مکانیزم اندازه‌گیری که داره میکنه چه ارتباطی با اون پراپرتی یا اون خاصیتی است که میخواسته چی اندازه بگیره. این نکته بسیار ظریفی است که معمولا ازش غفلت میشه. موضوع دیگه‌ای که اولتراسونیک داره و کاربرد خیلی خوبی داره اونه که میتونید تقریبا عمق تقریبی ترکاتونو چیکار کنین؟ اندازه‌گیری کنین. البته همه اینها همه با روش غیر مستقیم انجام میشه، توجه داشته باشید. یعنی همه با حرکت دادن پروب، دو تا پروب نسبت به هم و فاصله دادن، مثلا یه جایی که بودن حرکت میدید، اگر این رابطه‌ای که باید تناسبی که باید تو این فاصله ها باشه با سرعت عبور امواج به هم میخوره، جایی که مثلا چی؟ ترک دارید. یا در حرکت دادن موقعی که
یه ضخامت ضعیفی روی بتن اصلیتون چی دارید، این رابطه به هم میخوره و فرمولایی داره که شما میتونید وقتی این عددهای به دست اومده بذارید تو فرمولا که توی همین ACI هم هست، میتونید عمق ترک یا ضخامت ناحیه آسیب دیده سطحی رو در واقع به دست بیارید. پس اینا کاربردهای مهمی هستن که اولتراسونیک داره. نباید فکر کنید اولتراسونیک فقط مثلا به درد میخوره واسه مثلا پیدا کردن چی مقاومت فشاری، برخلاف اون که همه تصور میکنن این کاربرد اصلیش نیست در واقع. خب من در خدمتم جانم. بله ببینید کسی که میخواد با اولتراسونیک کار بکنه یادتون باشه حتما غیر از اینکه اطلاعاتی باید از نقشه و اینها داشته باشه که تو نقشه الان وضعیت آرماتور بندی چجوریه، یه اطلاعاتی هم باید راجع به چی داشته باشه، آرایش میلگرد داشته باشه. پس یه آرماتور یابی که حالا بعدم توضیح میدیم این مقدمه این قضیه است. منتها متاسفانه آرماتور یابی هایی که ما داریم اکثرا شبکه آرماتور جلوی روی ما رو نشون میده. دقت بکنید، یعنی اون آرماتورایی که اتفاقا موجی که داره میره، پالسی که داره میره در یه سطح کوچیک اونا رو چیکار میکنه؟ قطع میکنه. ولی ما آرماتورایی که چیز هستن مثلا یه سنجاقی دیوار مثلا، اون رو راحت اصلا با دستگاه‌های آرماتوریا پیداش نمی‌کنی که اینطوری چیز باشه. بنابراین وقتی شما پروبو می‌ذاری اگر خیلی نزدیک باشه به این، راحت موج به جای اینکه از تو بتون بره، چون راحت‌تر انتخاب می‌کنه، میره از تو آرماتور، از تو آرماتور سریع‌تر میره. دستگاه شما اولین موجی که بهش میرسه اون زمان رو چیکار می‌کنه؟ ثبت میکنه، به شما گزارش میکنه. موجای بعدی هم ممکنه این ور برن اون ور برن، بعد مدت ها برسن اونجا، اونا رو به شما نشون نمیده. بنابراین شما دچار خطاهای جدی میشید که باید حالا اصلاح بکنید اینها رو. جانم یه موضوعی که تو روش اشبیل وجود داشت بود که المان باید تحت تنش باشه، المانی که میخواید مقاومتش رو در نظر نه نیست. یعنی واسه فونداسیون وقتی اشبیل میزنن درسته؟ درسته که یعنی بالاخره عدد ریباند همون فونداسیون نشون میده. حالا درستی مقصودتون چیه من نمیدونم، با درستی این نباشه که یعنی مقاومت داره به ما نشون میده، این مقصودتون این نباشه. اگر بعد هم بگید فلانی گفت جوابش درسته، نه جا؟ سومش گفتم کالیبراسیون مقاومتیه دیگه، یعنی نمونه بتونایی دارید تو کارگاهتون، از این بتون کارگاهی که الان میخواید اطلاعاتی راجع به بتونش به دست بیارید، یا نه کارگاه مدت‌ها تموم شده الان ساختمان موجوده، ارزیابی سازه موجوده، مغزه میگه یه تعدادی جواب سرعت پالستون رو در میارید، مغزه رو هم میشکنید، مقاومتش هم در میارید. این میشه یه نقطه روی اون صفحه چی؟ مختصات. حداقل 6 نقطه، حالا بیشتر هرچی داشته باشید که منحنیتون به چیه دقیق تر میشه، این رو منحنی رو نقطات رو در میارید، یه منحنی ازش عبور میدید، حتی بهترین منحنی رو، چون این دلیل نداره که منحنی شما قشنگ عبور کنه، بهترین منحنی رو عبور میدید، از این منحنی حالا برای تخمین مقاومت های بعدی چیه استفاده میکنید. جان اصلا خیلی چیزا دقت بکنید، خیلی چیزا اثر داره، عنایت بکنید. اصلا همه چیز عالم روی اون نتیجه چکشیه اثر داره، مرغ از آسمونم بپره رو نتیجه این اثر داره، ولی ما نمیتونیم از نتیجه که الان به دست میاریم چیز خاصی رو چی؟ نتیجه بگیریم. دقت بفرمایید که اونا خیلی چیزا اثر داره، اصلا پایین دیوار با بالای دیوار فرق میکنه،
جهتی که شما چکش میزنید رو باید چیز کنی. حالا چکش های قدیمی که منحنی های مختلف داشت، اینجا یه چیزی تو چکش هاشون بود که میگفتن ایندیپندنت میده نسبت به جهت، حتی داد کنید یعنی چکش شما دیگه مسئله نداره از جهت تو این چکش جدیدشون، نه تو چکش های قدیمی ها داد کنید. بنابراین خیلی چیزا هست اثر میذاره، یه سنگدونه اونجا هست الان میزنید روش یه عدد گنده میده، 2 سانتی بعدتر میذاری رو خمیر سیمان نصف اون جواب میده. یعنی اصلا خیلی چیزا، ترکایی که شما نمیبینی، حفراتی که زیر سطح چی بتونتونه که اصلا معلوم نیست، اینا قشنگ همه اثر میذاره. اصلا وقتی این اثراتو میگیم اصلا اون تنش اصلا جایگاهی دیگه پیدا نمیکنه. دقت میفرمایید؟ بله، اون چون در میارید، اون حتیشه یه مغزه دارید در میارید، طبیعیه که این جوابش فرق کنه. واسه همین هم هست که مغزه رو یا نمونه رو میان میذارن زیر چی؟ زیر جک، یه کمی بار بهش وارد میکنن، اولا واسه اینکه فیکس بشه اصلش. حالا یه مقدارش هم ممکنه برای اینه که یه تنشی هم یه مقداری توش ایجاد شده باشه. بله، ولی نگفتن با چه تنشی اعمال بکنید. آدمی که جواب درست